شماری از احزاب سیاسی میگویند اگر نماینده های آنها در تشکیل این هیئت نباشند آن را نمیپذیرند. فرشتن ندا گزارش میدهد. حکومت افغانستان میگوید در ترکیب هیئت مذاکره کننده با طالبان برای نماینده های احزاب سیاسی سهم دادن نشده است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور روز جمعه برای رادیو آزادی گفت در رابطه با تشکیل این هیئت با احزاب مشوره شده، اما به دلیل اینکه طالبان باید با حکومت افغانستان مذاکره کنند، اعضای هیئت مذاکره کننده کارمندان حکومتی هستند. ریاست جمهوری افغانستان در حال این سخنان را بیان میکند که پیش از این بارها گفته بود هیئت مذاکره کننده با طالبان افغانستان شمول خواهد بود. از سوی هم شماری احزاب و سیاسیون با این موقف ریاست جمهوری مخالفت میکنند. محمد محقق معاون دوم ریاست جویه که رهبری حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان را نیز بر عهده دارد و رادیو آزادی گفت اگر ارب به تنهایی در موضع هیئت مذاکره کننده فیصله کند آن را نمیپذیرند. هیئت مذاکره کننده باشد و باید شامل همه جوانب سیاسی افغانستان باشد و طوری باشد که همه جهت ها خود در اون ببینند. در غیر از صورت شاید به جای نرسد. مجار به این باور است که گفتگوهای صلح زمانی به نتیجه می رسد که یک هیئت همشمول با نمایندگی مردم افغانستان با طالبان به میز مذاکره بنشیند. فضل غنی حکمت سخنگوی این حزب به رادیو آزادی گفت اگر حکومت افغانستان می خواهد پروسه صلح کامیاب شود، گفتگوهای صلح یک هیئت ملی تعیین کند که تمام طرفها در آن باشد. هرچند محمد اسماعیل خان عضو شورای رهبری حزب جمعیت اسلامی ابراز امیدواری می کند که پس از تفاهم میان امریکا و طالبان ریاست جمهوری در مورد هیئت مذاکره کننده مشوره ها را آغاز می کند، اما می گوید که اگر در ترکیب هیئت مذاکره کننده برای احزاب و سیاسیون سهم داده نشود این هیئت را نمیپذیرند. اگر هیئت تعیین می کند دولت به تنهایی خود که نماینده های احزاب یا سیاست های تاثیرگذار افغانستان در این